عکس آقای جواد موفقیان هستش. آقای موفقیان یک بیزنسمن بسیار موفق در ایران بودن و من یک بایوگرافی خیلی کوچیکی رو از تو اینترنت تونستم دریافت خدمتتون میاد. ایشون سال 80 از ایران میاد بیرون و میره اروپا. سال 87 میاد به کانادا و ونکوور. در ونکوور در سال 90 شرکتی رو به وی 1500 خوردی کورپوریشن درست میکنم برای کامرشیال ریل استیت. مقدار زیادی بیلدینگ های کامرشیال درست میکنم و در سال 2003 بنیاد موفقیان رو در ونکوور رجیستر میکنم. قبل از که بیشتر ادامه بدم، بنیاد جواد موفقیان بزرگترین چریتی ایرانی کانادایی هستش. فار اهد است. هر که من میگه جای دیگه سراغ نداره، ما که در حقیقت در مقابل تشکیلات موفقیان روشن بیشتر نیست سایزمون، ولی من جای دیگه سراغ ندارم بیرونی چریتی داشته باشه. ولی به هر حال کاری که ایشون کردن اونچنان درخشان هستش که دونه دونه چند تاشو خدمتتون توضیح بدم. ایشون در سال 2011 تمام اینکام پراپرتی هایی که در ونکوور درست کردن و اینوستمنت هایی که کردن رو دونیت کردن به چریتیشون. ایشون بزرگترین the largest ever دونیشن به بیمارستان دانشگاه بریتیش کلمبیا انجام دادن. 15 میلیون دلار برای بخش کانسر سنتر فور دی برین هلت در سال 2011. یک بخش دیگه از کمک هایشون نیو آنکولوژی وینگ در بازم در بریتیش کلمبیا چیلدرن اورگانایزیشن بوده. یک گلدن کورتی در سایمون فریزر درست کردن، یک آدیتوریوم 350 نفره استید آف آرتی واقعا تفت که من استاچو نداشتم که نشون بدم، هرچی خواستم از تو اینترنت در بیارم نتونستم. ایشون به بیشتر از 20 ارگانیزیشن چریتی در بریتیش کلمبیا کمک میکنن. مهمتر از همین ایشون 26 سکول در ایران درست کردن، 800 هزار فوت زیر بنا، نزدیک با 20 هزار کانسر. یه دست فکر بکنید ببینید چه آدم بزرگی بوده این آدم و کاری که کرده چقدر درخشانه. و متاسفانه کامیونیتی ایرانی، حتی ما که تو کانادا هستیم، اطلاع زیادی نداشت. یعنی اگر ارتباط من شاید با حمید نبود و لطف کمک‌هایشون به پریام نبود، شاید بازم نمی‌دونستم در همون محدوده بریتیش کلمبیا بوده. ولی خوشبختانه در کانادا اپریشیشن این هستش. ایشون در سال 2014 اوردر آف کانادا رو گرفتن، 2012 اوردر آف بریتیش کلمبیا، سال 2012 کوین الیزابت دایموند جوبیلی مدال گرفتن، نیم از فیلانتروپیست آف دی ایر در سال 2011، دو تا درجه دکترای حقوق از دانشگاه بریتیش کلمبیا. متاسفانه آقای موفقیان الان چند ساله که در سوئیس در کما هستن و جای تاسفه. و چون من دیشب اتفاقا داشتم میخوندم ایشون یک استروک در کانادا میکنن و بعد از اون استروک که در دانشگاه بریتیش کلمبیا هاسپیتالش تریت میشن، علاقه من میشن و 15 میلیون دلار وینگ برین استادی رو در دانشگاه بیمارستان دانشگاه کلمبیا بریتیش کلمبیا درست میکنن که اصلا تمام بیلدینگ به اسم آقای موفقی هست به دلیل تریتمنتی که نسبت به ایشون انجام دادن و این دونیشن رو میکنن ایشون. واقعا باعث افتخار جامعه ایرانی است که ما یه همچین افرادی رو داریم و درسی باشه برای کسان دیگه‌ای که امکانات
مالی دارن و من فقط خواستم برای دوستان بگم که ببینید که چه آدم های مطیع جامعه همون داریم و چقدر بیز قدردانشون باشیم و متاسفانه کمبود به نظر من نالج و دانش مهاجرتی که نداشتیم باعث شده که واقعا اونجوری که بایستی از یه همچین افرادی قدردانی بشه. خود کامیونیتی ما الان میبینم واقعا جامعه کانادایی در ایرتشکانی و ونکوور واقعا در حد شایسته از ایشون قدردانی کردن. امیدوارم که سلامتی ایشون برگرده، ولی مهم نیست، مهم اینه که ایشون توی تاریخ جامعه ایرانی در کانادا نقطه درخشان و با ارزش هستن و این درسی بشه برای بقیه دوستان. همونطوری که شما توضیح دادی راجع به بنیاد جواد موفقیان، کم و بیش توی اینترنت هست، وبسایت ما به زودی تا یه ماه و نیم دیگه تمام آپ تو دیت کردیم در میاد. من نمیخوام عدد و رقم بگم، مثلا از آخرین کار ما الان دانشگاه مگیل پیروز که بودیم، رئیس دانشگاه، معاون دانشگاه و تمام اینا در ونکوور اومدن. در 5 سال گذشته ما مینیمم 2 جلسه با اینا داریم، جلسه داشتیم و یه قسمت سرمایه گذاری تو ریسرچ های مغز باشون انجام دادیم و پریروز که بزرگترین پلاک و چیز تو لابراتوار برای آتیسم بچه ها که یه چیزیه که از تمام ما جامعه میدید، یعنی کسی نیست که اطراف ما یه نفر تو فامیل نداشته باشه و اینا در یه سطح دیگهی با سیستم استیم سیل که در تخصص من نیست دارن این کار میکنن که با همکاری دانشگاه بریتیش کولومبیا و این مثلا آخرین کار ماست. و مثلا بعد از ظهر که من این جلسه که میرم حتما شما با وی با برادران کیلبرگر اینا که سازمان وی رو دارن، فرید چیلدرن دارن، ما 9 سال کار میکنیم که باهاشون توی هند رفتیم مدرسه ساختیم برای دخترها، در با آریا خانمم رفتیم، در آمازون بودیم با آخرین بار که رفتیم، در کنیا کار کردیم. میگم لیست رو من نمیخوام الان وقت دوستان رو بگیرم. بنیاد موفقیان کاری که میکنه خب طولانیه، باعث افتخار ماست و با تمام وجود من علاقمندم که این جلسه باعث بشه که ما بیشتر همکاری بکنیم با هم دیگه، بتونیم با هم دیگه بیشتر کمک کنیم به خاطر جامعه، به خاطر هدف اون یه هدفه. حالا کسی یه خود جلوتر عقبش اونش مهم مهم نیست، مهم رفتن تو این جهته به نظر من. کارهایی که من تو ونکوور هست من انجام میدم. برادر بزرگم مسعود که پریشب از تهران آمده، مسعود معمولا 8 ماه در تهران سرپرستی مؤسسه بنیاد موفقیان میکنه که مطلقا از نظر فایننس و همه چی جداست از این، چون از نظر قوانین وزارت دارایی کانادا ما به هیچ وجه فاندیشن ما خارج از کانادا نمیتونه انجام بده مگر مثلا مثل مؤسسه وی که مؤسسه فرید چیلدرنه. مسعود آخرین کار کرد بنیاد موفقیان بزرگترین مرکزی بود که با دانشگاه شریف انجام دادیم که یه لوحه که دیروز اومد من واقعا هم اصلا ایموشنال شدم. آقای موفقیان رو جزو 50 سال تاسیس دانشگاه شریفه که آقای موفقیان رو جزو 50 نفره که مهمترین آدمایی هستن که به دانشگاه شریف کمک کردنه و یه مرکز فوق العاده پیشرفته‌ای مهندسین دانشگاه شریف، یه ساختمونی که مسعود برادرم اصلا همه این کارا شرکت اهدا کردیم به دانشگاه شریف، اولین بار در تاریخ دانشگاهی ایران که کسی یه همچین کاری با در این حد برای دانشگاه انجام بده. و اون مرکز الان یکی از بچه های متخصص قسمت مهندسی دانشگاه شریف ابداعات و اختراعاتی میکنن که اصلا حیرت انگیز به معلولین و کسایی که احتیاج دارن. اینا یه روشهایی پیدا میکنن، ماشینالات کمک میکنن که بهشون کمک بکنن. الان یه کلینیکی که الان مسعود میگه الان جا کم آوردن و فوق العاده بارها وزیر اومدن توضیح دادن خیلی خیلی. و این آخرین کاری که مسعود دیروز چیز آورد، آخرین کارهای انجام شده شد.
و همونطوری گفتی الان ما افتخار میکنیم 26 تا مدرسه ساختیم، 22 هزار تا بچه تو مدارس هستن، از حد مدرسه ابتدایی، دبیرستان و 8 هزار تا در سال ما تکنسین از این مدارس بیرون میدیم و اولین کسی هستیم که برای بچه های استثنایی ما مدرسه ساختیم. منظورم از بچه های استثنایی کرولال، نابینایان، معلولین، بزرگترین مراکز رو ساختیم و خیلی از این بچه ها که میان اینجا الان که همه گوشه نشین بودن الان شدن نونآور خانواده و واقعا باعث افتخار ماست. ما برای اون موهبت هایی که آقای موفقان همیشه میگه ما اینقدر به اون کشورمون، اینقدر به این فرهنگمون ما مدیونیم که هر چی کاری بکنیم کمه بازن، یعنی هیچ چیز شخصی نیست، همش افتخار به عنوان هموطن ما همه اینا.